من بسیار میخواهم فیلم هایی که از حیات نورسا نقل میکنند مد از روی اثرهای نویسنده تاجیک بهرام فیروز گرفته شوند. او بسیار صمیمی و واقعی حیاتی قهرمان هایش را تصویر مینماید که دلخواه کارگردان را به خود جلب میکند. چنین اندیشه را در یک مصاحبه کارگردان جوان و با استعداد تاجیک عبدالحی زاکیرف بیان نموده بود. بعدن دیر نگذشته همین کارگردانی که حالا ذکرش کردیم فیلم با نام رمیده را پیشنهاد دوستداران سینما مینماید که در یک مدت خیلی کوتاه محبوبیت زیادی را کسب کرد. سلام، امروز در برنامه نوبتی اسرار فیلم آفری از تهیه فیلم هنری رمیده حرف میزنیم. فیلم مذکور را چگونه روی نوار آوردند؟ انتخاب هنرمندان و باز چندین روزهای پشت پردگی آن شما را در ادامه برنامه انتظار است. دوران صاحب استقلالی کشور شرایط خوبی را برای دوباره برقرار نمودن شهرت و مظفریت کینوی وطنی فراهم آورد. این است که بیش از 12 سال اینجانب فیلم های روی پرده سینمای تاجیک پدید می آیند که بیشک بار دیگر از هنری بلند سینماگران ما درک می دهند. رمیده چون نام گرفته فیلم کارگردان جوان و موفق عبدالحی زاکیرف که تای 5 سال از میان هواداران سینما شهرت و توجه خاص را کسب نموده است. فیلم مذکور از روی حکایت نویسنده شناخته تاجیک بهرام فیروز بنوار گرفته شده است که نوز در سال 1970 نوشته شده بود. مؤلف فیلم نامه خال محمد مولانوف می باشد. فیلم مذکور از حیات زن نقل می کند که پس از رفتن شوهرش به خارج با پسر بچه خوشحال خود حیات سخت و سنگین رو پشت سر می نماید و با گذشت چند سال با مرد دیگری اویلدار می شود. زنها دخترها بسیارن که پرابلم می شود و شوهراشون میرند، کدومش مثلا مردی کار می شود کجای می رود، کدومش مثلا تقدیرش نمی دونی که چی شد و سالها بر نمی گردد. مثلا این زنم یکی از همون زنهایی بود که نمی دونست که تقدیر شوهرش چی شده است. در خانه پدر و مادر مثلا از این طرف گپی ینگه شنود، از طرف دیگر گپی اکای و اوکای دودر و اپای و خوهر و خواهی نخواهی. وقتی که دختر شوهر که کرد، خواه تو فرزند داری خواه فرزند نداری، برگشتن به خانه پدر و مادر علاقه تو دیگر بگونه ای. نو بسته از اونه که پدر و مادرت در قید حیات هم باشن، تو علاقه بگونه ای. وقتی که شوهر کرده برو مادر رفتی، این قهرمانی منم همین خیل بود. مثلا در خانه پدر و مادرش از برادرش گپ میشنوید، از زنی برادرش گپ میشنوید، مثلا فرزندش اگر نان زیادتر میخورد از اون گپ میشنوید. وقتی با ریپتیسیا میکردم و اشکم میومد، ابوالحی میگفت که اپای مولانا التماس جونم شوین اینجا ده گریه نکنی. غیر از مادرم دیگر تکیه گاهی ندارم، از دستی منی پیر دیگر هیچ چیز نمیآید. همین هم فرزندی پدر شد، حالا هم آروم نشده است. رومیز عبدالرحمنوف اجرا کننده نقش مراد در فیلم با واسطه آزمون انتخاب گردید. چی گونه میانی خواهشمندان زیاد ماست او را سزاوار این نقش دانستند؟ این بچه هم درد داشت، یعنی که این بچه هم مشکلی داشت، در مشکلی اویلاوی. و وقتی که من با او صحبت کردم، کمی همچون کارگردان من با او صحبت کردم، یک چیز رو، یک منالوگ رو با او خوندم، دیدم که چشمش پوری آب شد و دیدم که یعنی که همون بچه که باید همین نقش رو بازی کنه همین است. و من برای که تیز از خود میکرد، تیز قبول میکرد و اونجا بسیار صحنه‌ای هستم که گپ هم ندارد، لیکن همون خودی همون چهره بچه همه چی رو میگفت. چشمش درد داشت، نگاهش درد داشت و خودی همون بچه بر همون سین سال قهرمانی من موافق بود. برای نظیر مدموسویف انتخاب شدنش در فیلم نوگهانی بود، زیرا در آن وقت دست او شکسته بود و با نزدیکی نقش آفریدن حتی از گوشه خیالش هم نمیگذشت. اما این حالتی در زندگی حقیقی روی داده قهرمان را نیز به خوبی در فیلم استفاده بردند. ما روز دیگه همون زمستان بود، یک جو مثلا پیشپو میگلتم میافتم، بعد همی دستم لد میخوره، دستم بعد وای میشه خیلی گویم که میبروه. بعد همون دسته رفته گیپس میکنم. بعد همین وقتی که رژیسور دعوت کرد، عبدالحی دعوت کرد که آقای گفت همین نقش داشت، شما دعوت میکنیم، شما چی خیلی هستی؟ من گفتم آخر من دستم این خیلی هست، من گیپس قطعی. گفت خیلی بیا یا برو بینیم.
بعد دیدم بعد هر کل مسئله کردن گویا که او از شهر دور و از این مشکلات و اینقدر سرد آمدگی بسیار موافقت میکند. مولانا نجم‌الدین و رولوزی مومد تو برای اجرای این نقش رنگی موی خود رو عوض کند. ابوالحی اومد و گفت پای مولانا ماهی دکابر بینوی دکابر و آخر ینوار با نقشگیری فیلم داریم امونجا شما من با در کار. بعد من اصلا موی سرم همین خیلی وای رنگش زرد. بعد گفت که اپا جان فقط که وای باید که موی سرتون را سیاه کنیم. برای رنگ سیاه سرم رنگ کردن این برای من یک دهشت است. اما به خاطر ابوالحی که من خیلی دوستش می‌دارم، همچون کارگردان، همچون کارگردانی خوب، گفتم مایلش ابوالحی برای فیلم خودت، برای که همراه یک جا کار میکنه مثلا بگذار موی سری من سیاه باشد. نقشای دیگر رو در فیلم بهادور میرعلی‌بکوف، عبدالمومن شریپوف، لطافت برزیه و تشریف خلیلوف و دیگر هنرمندان سینمای تاجیک با مهارت بلند هنری اجرا نمودند. یکی از سببهای موفق برآمدن فیلم مذکور میتوان در داشتن آهنگ مخصوص ارزیابی نمود. این هم در حالی است که اکثر فیلمهای به تازگی روی کار آمده قریب که از آهنگهای بگونه استفاده میبرند. آهنگهای در فیلم مذکور صدا داده متعلق به بستکار خورشید نیازی میباشند. ما فیلم را شروع نکرده آهنگساز موسیقی را روی نوت آورده بود، یعنی که با قهرمان من روی نوت آورد و ما اول فیلمگیری را شروع نکردیم و می رفتیم خورشید نیازی با ما می نواخت ما یعنی که گوش میکردیم، علاکه ما فیلم را در موسیقی خورشید نیازی می دیدیم، یعنی که همون آبراز همون بله وقتی که همون من موسیقی را می نواخت بسیار چیزا پیش نظر من می اومد، موسیقی رو گوش کردن و خورشید نیازی هم خیلی زحمت کشیدن. وقتی که موسیقی ها از روی نوتا ثبت میشد، یعنی ثبت میکردیم، ما یک جایی بودیم در اون تئاتر اپرا بالت، خیلی میدونید فیلم یک طرف بود و موسیقی یک طرف، یعنی که موسیقی با چنان اوج می نواختن، خود آهنگساز در اونجا با اونها کار میکرد و خود اون دیریژور وقتی که با هر یک دیریژوری میکرد خیلی خوب بود و من باور میکنم قدر راحت کردم که یکمین تا حال گویم فیلمی بود که من خیلی راحت کردم از ثبت موسیقی. مراد بچه‌ام بین چه لباسی خوش رو آورده برای تو. اینا بین با رنگ دوست داشته خودت دیدی؟ هواداران سینما فیلم هنری رمیده را خوب قبول نمودند، زیرا به درد اکثریت نزدیک بوده و پندی خوب است برای افرادی از آیله دور بوده. عبدالحی زاگیرف کارگردان فیلم میگوید از روی کاغذ تا روی اکران برآمدن فیلم تغییرات های زیاده وارد کرده شد. خود ایجاد همین است، وقتی که اون فیلم نامه روی کاغذ است تا اونی که روی اکران میآید خیلی گردش ها میشود، خیلی تغییرات ها میشود، برای که این ایجاد است. و وقتی که در وقتی نوار برداری میبینی که اونجا کدام صحنه، یعنی که زیاد است کدام صحنه نمیرسد ایلاوه میکنه، این خودش در وقتی نوار برداری همش معین میشود. و ما اون چیزی که در فیلم نامه است فکر میکنم در یکان جای دنیا قریب که، یعنی که یک با یک نمیشود در وقتی بله آینه نمیشود، برای که در وقتی فیلم گیری علاقه وای ایواز میشود ایلاوه میشود، این خیلی کارو زیاد است. خاطراتی از پشت صحنه کینو به شگ افراد هنرمند رو برای یاد آوردن و از آن روزها قصه کردن و دور می سوزد. مولانا نجم‌الدین و باشد لحظه چند سیر خاطراتی یک لحظه اینه این فیلم کرد. اینجا یک پسرکی بود که پسری من نقش آفری می کرد، اون بچه گریه کرده نمی توانست. وقتی که می بیاد اونجا دیدگی باشد من یک شپوتی روی همون مراد بزدگی همون پسر من نقش آفری می کردگی بچه چپه
خنک هوا خودش در حقیقت هم خنک بود. وقتی که خنک باشد پوست آدم ترنگ می شود، گریه کردن نمیتوند. بعد وقتی که کودک است دخی نمیفهمد. ما از این چی یک دوبل دو تا سه تا قریب تا ده تا از پشت همون بچه چه مثلا میگرفتیم، برای که شوخ بود، شوخی میکرد، همه طرز جدی قطعی قبول نمیکرد. بعد وقتی که میبیاد من رای میکنم که اینا همچون پدرت باید دوست داری، وای نمیکند، رد میکند این چیزا، نمیخواهد. همونجا یک تا ترسکی در حقیقتنم یک تا شپلوقی که حقیقی بود. وقتی که زدم همین چورتا انگوشتم پایش روی همون بچه بموند. اکن نور برداری، وقتی نور برداری مثلا من دل خودم از این ریش ریش شد. بعد وقتی که این کادر نور برداشتم اومدم و از کتفکش گرفتم، بوسه کردم، مرو جان گفتم میبخشی، از رون بر اوزر میبخشی جانی من. گفتم این برای اولی، گفتم اگر فیلم براید فیلم تماشا کن، همونجا بعد آبی دیدش، آبی دیده حقیقی است در حقیقتا. هم بعد آبی دیدش برامد، گفتم اگر فیلم که تماشا کردی بعد همونجا میگوی که اپای مولونا یا اوچا جان هزار رحمت، نکه برای شپوتی زدگیم. گفتم هزاران بر اوزر. ای خدا مراد جان، برای چی گپی منو گوش نمیکنی؟ تو بچه کدام روز منو تلخ کف میکنی؟ تمام کاری گروه اجادی را بدون فعالیت نواربردار تصور کردن از امکان بیرون است. نوروز سعیدوف تصویربردار این فیلم توانسته با هنر بلند و ذوق به اندازش نورهای جالب و دیدنی را هرچی بهتر و خوبتر روی کار بیارد. پس از انجام رسیدن نواربرداری فیلم لازم آمد تا یکی از صحنه های آن را از سبب ناموفق برآمدنش دوباره به نور گیرند. اما این کار نشد. چرا؟ وقتی مادرش به مهمانی میاد و صحنه بود که من باید مادرم را گسل میکردم، همونجا آخران صحنه بود که از همین فیلم باید که نور برداری میکردیم. نور برداری هم کردیم، به نور گرفتیم، همش تمام شد. بعد ابوالهای گفتم که زنگ زدم، گفتم ابوالهای تمام، یگان پریسیومکا، یگان چیزی دیگر نیست، همش خوب است، آواز و همه و یا تکنیکش همش خوب است. گفت که ها اپای مولانا چی با یکون گا بود؟ گفتم برای که ابوالهای جان این یک ماه یک و نیم ماهی که فیلم نور برداری کردیم و هر هفته من سرم رنگ میکردم. گفتم این سرم همش سوخت، من سرم تراشیدنی. بعد گفت نه مالی اپای مولانا، وای کنین تمام فیلم نور برداری کردیم. ابوالهای اجازت داد و اگر اینا بگوی اجازت داده باشد سحر اومده من تئاتر چورتا نمایش دارم، سرم لزو قطی تراشیدم. لیزوا قطعی تر رو شدم، یکی بود که دو روز بعد ابوالهای تلفن میکنه در پای مولونه، همون صحنه که مادرت را گسل میکنه، برق بر اومده است، باید که اثر نو پریسیومکا کنیم. چشمای من از کسخانش بر اومد، شفتولو برین، گفتم ابوالهای من سرم کال کردم. نخست نمایش فیلم 5 مارتی سال 2012 در تالار سابق کاخ جامعه پایتخت در حضور زیاد از 700 نفر مخلص دایر گردید و از جانب کارشناسان ساحه سازوار توجه خاص قرار گرفت. اینچنین از جانب داور حقیقی خود که آن هم باشد بیننده از فیلم رمیده بهای بلند را صاحب گشت. دلیل این همه؟ خودم در زال ششته بودم و می دیدم که چقدر مردم می گیرید، یعنی که از صدق بود. وقتی که اون منالوگی که یعنی که پسر در برای پدرش یاد میارد، پدر رو میگوید، اینقدر با از تقدیر دومنگیر میشود، یعنی که اینقدر با خود روز میگرد، در خود نمیخونجد، داد میگرد، فریاد میکنند. و میدیدم که اون نفرهایی که یعنی که در تماشای فیلم بودن عشق میریختند، گریه میکردند. مشکلات جدایی از اویلاو و هجران فرزندان در فیلم رمیده تا اندازه حلی خود را پیدا کرد. این فیلم مثل آینه است که اکثریت باید در آن خود را بینند و بشناسند. برای همون شخصانی که مثلا فرزندشان اینجا ماندند و زن و فرزندانشان اینجا ماندند و بعد یادی آنها نکردند، آنها را فراموش کردند، رفتند، و این همین فیلم بسیار باید با اون شخصا باید یک درس عبرت هم شود. من خیال میکنم که حق ندارد وقتی که مثلا فرزندش یا زنش مثلا در یک نیمه رو بماند و مثلا اندیشه دیگر یا که یک زندگی خوب و بای کفتا پرتوید، این بسیار چیزی مهم است. اینه که این وقتی که
فرزندت است، فرزندت باید تو تربیه کنی، باید آموزانی. و او مثلا فراق پدر یا مادره، مثلا فرزند وقتی که این چیزا میبیند بسیار این در وجودش میموند، یک عمر میموند. خیال میکنی که با اون پدرش خوشبخت بود، خوشبخت شد، اما این داغ در دل او بچه میموند همیشه. یعنی پدرش او را پرتوفته رفت و پدرش را بسیار هم نقص میدید. بیننده های عزیز، اینجا برنامه ما به انجام میرسد. باوری داریم از سایه این فیلم لذت بردید. فیلم بعدی را برای هفته آیند توسط رقم های زیر اکران بوده معاین نمایید. تا دیدار بعدی، موفق باشد.